تیم فوتبال پیروزی و از زورا یا از زورا از عراق رو اسامیشون رو ملاحظه فرمودید. تیم فوتبال پیروزی تهران رو اجازه فرمایید من نفراتش رو خدمتون معرفی بکنم که با پیراهن و جوراب یک دست تیر رنگ در سمت راست تصویر بازی خواهند کرد. امشب از این نفرات یا امروز از این نفرات تشکیل شده. در تیم فوتبال پیروزی احمد رضا عابدزاده درون دروازه هست، مشتبه محرمی، یحیی گل محمدی، ادموند بزیک، کریم باقری، حسین عبدی، داوود محبوب، رضا شاهرودی، مهدی مهدوی کیا، فرشاد فلاحتزاده و اسماعیل حلالی بازی می کنند. داوری این دیدار بر عهده آقای زینال عابدین یعقوب از مالزی است که یک کمک داور مالزیایی و یک کمک داور سنگاپوری او رو کمک خواهند کرد. اما در تیم فوتبال از زورای یا از زورای عراق ابراهیم سعد با شماره 21 درون دروازه هست، حیدر کاظم با شماره 16، حبیب جعفر با شماره 4، خالد صبار با شماره 5، هشام ناجی با شماره 15، محمد مهدی با شماره 8، لطیف حسین با شماره 17، حیدر مجید با شماره 20، عادل اناد با شماره 12، اسام سالم با شماره 6 و نعیم منشد با شماره 9 بازی میکنند. مربی این تیم آقای عدنان مجید هست و مربی تیم فوتبال پیروزی استانکو. صبار بازی رو عوض میکنه، حیدر کاظم به جناح چپ در میانه زمین، حالا یک موقعیت خوب برای ازداورا و یه ضربه توی دروازه بسیار محکم و جوندار. حالا تیم پیروزی با گل یار شماره 15 یعنی هشام ناجی کارش گره میخوره. یکیش حالا از ازداورا در مقابل پیروزی تهران جلو میافته و تا اینجا تیم سوم باشگاهی آسیا این هست. عابدزاده خوب جلو رفت تا در یک ضربه محکم غافلگیر شد و چاره ای جز تسلیم نداره. یار شماره 15 هشام ناجی این ضربه رو میزنه و حساب کار برای از زاورا یکیچ میشه. نگاه بکنید چقدر راحت از قلب خط دفاعی پیروزی میگذرند و جا میمونه مشتبه محرمی یه لحظه و همین امر باعث میشه که دروازه تیم پیروزی باز بشه. حالا حساب کار برای از زورا یکیچ هست. تا شما تصویر آیسته رو میدیدید توپ به نزدیکی های خط کناری زمین رفت و کورنر شد و کورنر هم پیروزی میزنه. رضا شاهرودی، یحیی گل محمدی، حسین عبدی هیچ یک باز هم روی ضد حمله بچه پیروزی میرن که غافلگیر بشن. کنترل میکنه توپ، میزنه، حرکت میکنه به هر شکلی از خودش داره توپ باز. یه حرکت خوب برای کریم باقری از راه دور، یک ضربه سرکش و بسیار عالی و از او بهتر ابراهیم سعد هست. حالا رفته رفته نشون میده بازیکن قلدر و تمام عیار هست و وضعیت او برای تیم‌های دیگر بسیار خطرناکه. از راه دور ترجیح میده ضربه محکم رو روانه دروازه بکنه. ابراهیم سعد در یه حرکت نمیتونه، در حرکت دوم توپ رو کنترل میکنه. کریم باقری برای 13، رضا شاهرودی آوت رو پرتاب میکنه. اسماعیل حلالی یه موقعیت عالی برای ادموند بزیک، میره که دروازه رو باز میکنه. حالا این کار صورت میگیره، یه گل قشنگ تر و تمیز رو حالا پیروزی به ثمر میرسونه. حالا یه مقداری نفس این تیم آرام تر خواهد شد. 1-1 در مقابل از زاورای عراق. نگاه بکنید اسماعیل حلالی هست که توپ خوب رو برای بزیک ساخته و پرداخته میکنه و این ضربه رو او بسیار هوشیارانه، این اسماعیل حلالی هست، ببینید
سماجت میکنه، یه پاس عالی تر و تمیز برای ادمان بزیک با پای چپ، او هم کار اضافی نمیکنه و کار قشنگی رو انجام میده. ادمان بزیک حالا پیروزی رو یک یک در مقابل عزاورای عراق مساوی نگه میده. کریم باقری یک موقعیت عالی و توی دروازه مهدی مهدوی کیا ابراهیم سعد رو برای دومین بار با شکست رو برو میکنه. کار زیبایی بود که حسین عبدی برای او ساخت و پرداخت کرد و ضربه او بدون معطلی برای دومین بار دروازه از زورای عراق رو باز میکنه. نگاه بکنید حالا پیروزی بازی یکیش باخته رو به یه پیروزی 2-1 تا به این لحظه عوض میکنه. پاس زیبایی که عبدی برای او ساخت و پرداخت کرد با ضربه دقیق و جانانه او ما رو در مقابل عراقی ها 2-1 جلو میاندازه. بدن از این لحظات میتونن به شکل واقعا خوبی استفاده بکنن بازیکنان پیروزی. کریم باقری به اشتباه توپ رو به بازیکنان خودی قصد داشت بده که نصیب ابراهیم سعد دروازه‌بان این تیم میشه. حالا عدنان مجید دروازه‌بان مربی تیم فوتبال از زورا سراسیمه کار رو دنبال میکنه. تیمش 2-1 عقب هست و وضعیت خوبی برای عدنان مجید نخواهد بود. این شکست میتونه که وضعیت او رو در اداره این تیم کاملا به هم بریزه. این طرف این آقای آرامش بر اردوی پیروزی حاکم هست. استانکو، حمید درخشان و سایر نفرات اداره کننده این تیم رو شما در تصویر دارید. خواهم تا شما هم بتونید به استراحت خودتون بپردازید. توضیح رو من در ابتدای گزارش خدمتتون عرض کردم و الان اگر اجازه بفرمایید مجددا به استفسارتون برسونم که ما حدود یک ساعت قبل در واقع تصاویر ماهواره ای رو در ارتباط با پخش مسابقه از ملزی دریافت کردیم و با تلاش همکاران عزیزمون در واحدهای مختلف سازمان صدا و سیما این مسابقه ضبط شد و در این لحظه تقدیم حضورتون میشه. انشالله که مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. احمد رضا عابدزاده در اون دروازه پشتیبانی محکمی برای بازیکنان خط دفاعی پیروزی هست که بتونه از آنچه که اونها در این بازی به دست آوردن یعنی برتری نیمه دوم دفاع بکنه و اجازه بده که دروازه باز بشه. عدنان مجید مربی از زورای عراق حالا کم کم سر صداش بیشتر میشه، هرچه که بازی بگذره شکست برای او و تیمش بیشتر احساس خواهد شد. نمیخوام بگیم که هر سانتری انجام بشه خطا است، نخیر، بعضی وقتا ارسال توپ های بلند به همون شکل اصطلاحا سانتر نامیده میشود میتونه یه تیم رو نجات بده و به گل های زیادی هم برسونه. منتهای مراتب باستی ببینیم که چه نفراتی رو الان در قلب مهاجمینمون داریم و پس از اون ما آیا قابلیت های کار تاکتیکی و تکنیکی رو در سطح زمین داریم یا نه. نهایی برسه و بازی رو 3-1 به تیم حریف واگذار کرد. بنابراین ترکیب زیبا و مجموعی کامل از این دو شیوه میتونه که تیم رو موفق بکنه. البته این بر عهده مربی تیم هست که وضعیت تیم رو چگونه میبینه و چگونه کار میکنه. طبیعی است که او پاسخگوی مسائل بعدی هم خواهد بود. یک ضربه و خروج خوب و کار دقیق احمد رضا عابدزاده اجازه کار را از یار شماره 15 کسی که گل اول از زاورا را زد یعنی هاشام ناجی میگیرد. برای یار شماره 20 حیدر مجید، کریم باقری میگیره، اسماعیل حلالی یه پاس خوب برای ادمان بزیک، او برای مهدی مهدوی کیا، این طرف کریم باقری خودش صاحب توپ است و یه ضربه سرکش با پای چپ توی دروازه. حالا پیروزی خیالش راحت میشه. کریم باقری با آنچه که به نظر من استحکامش از همون ابتدای بازی پوهانی داشت حالا دست پیدا میکنه، یعنی یک گل زیبا زدن. نگاه بکنید سماجت میکنه، کنترل میکنه و حالا بدون معطلی با پای چپ دروازه از زورای عراق رو برای سومین بار باز میکنه. کریم باقری یه بار هم تو این بازی در نیمه اول یک ضربه بسیار محکم زد که
ابراهیم سعد تونست کنترلش بکنه، اما این ضربه دیگه چیز دیگریست و بالاخره ابراهیم سعد ضمن اینکه به زمین میفته و سرنگون میشه، زیبایی کار کریم باقری با همه وجودش احساس میکنه. تماشاگران خوشحال ایرانی که اومدن تیم باشگاهی کشور ما رو تشویق میکنن و از فوتبال ما دفاع میکنند رو تشویق میکنن. بازم از اون کارهای خطرناکی بود که بچه های ما انجام دادند. نگاه بکنید، یه بارم در بازی با پوهانگ ما همینطوری با ضربه سر یکی از بازیکنانمون دروازه‌مون باز شد. این بار من متوجه شدم کدام یکی از بازیکنای ما بودن، اما به هر حال آبدزاده هیچ کاری نمیتونست انجام بده. تو با خوش اقبالی از روی دروازه پیروزی به آوت نه و میرم که کار دست تیم فوتبال پیروزی داده بشه، آقا گل باران بکنه. ببینیم آیا این کار صورت میگیره یا نه. ادمون بزیک به دنبال این توپ یه بار دیگه از راه دور و میرم که چهارمین گل پیروزی هم به ثمر برسه. اسماعیل حلالی یکی از بهترین های این بازی. اسماعیل حلالی یار شماره 13 پیروزی است. نگاه بکنید حرکت او خیلی حرکت پخته و کاملی است و ابراهیم سعد دروازه‌بان بلند قامت از زوا توپ رو رد میکنه. مهدی مهدوی کیا کسی که دومین گل پیروزی رو به ثمر رسوند حالا این کورنر رو میفرسته. تصویر تلویزیون مالزی یا حداقل تصویربرداری یا حداقل انتخاب این تصاویر توسط کارگردان تلویزیون مالزی بسیار ضعیف هست و بعضی وقتا شما لحظات بسیار حساس رو میبینید که در جریان قرار نمیگیرید. براتون عرض شد به لحاظ خصوصیاتی که ما از داوران مالزیایی سراغ داریم، نه اینکه بگیم خدا نکرده مثلا عمدن باشه، اصلا اصولا این طبیعت فوتبال اونهاست و داوران اونهایی که خیلی ظریف و شکننده با قضایا برخورد میکنن. کریم باقری و گل چهارم پیروزی، حالا یک نتیجه بسیار خوب برای تیم فوتبال پیروزی است و یک شکست سنگین و تلخ برای فوتبال عراق در مقابل فوتبال ما. پیروزی 4 از زارای عراق 1. توان بلند شدن رو در خودش نمیبینه. ابراهیم سعد دروازه‌بان از زارا ضربه بسیار محکم و جانانه، نگاه بکنید از اون ضربه هایی است که چی محکم و خوب زده میشه. اون محکمی رو از این زاویه هم شما میتونید با یه فاصله بعید از نظر تلویزیونی احساس کنید. ضربات کریم باقری این گونه بود در بازی امروز. او دو گل در نیمه دوم زد، یکی دو خطر جدی رو در نیمه اول خلق کرد، یکی دو بار هم در نیمه دوم خطر ساز بود. خالد صبار، این هم چهره مهرداد میناوند، بازیکن تازه وارد پیروزی. خب این پیروزی خوب و شایسته فوتبال باشگاهی کشورمون رو به تمامی هم میهنان عزیز تبریک میگم.